بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای سومین لیگ بازی‌های کشوری را آغاز کرد. 6905 نفر تو این لیگ ثبت نام کردند و وارد گود رقابت‌ها شدند. سطح مسابقات خیلی بالاست. در حد مسابقات بین‌المللیه. چون مسابقات برای اعزامی فرانسه است، همه میان تمرین می‌کنند. هر سال سطح مسابقات بالاتر میره. امسال شرکت کننده خیلی زیاد داشتیم. روزهای مسابقه را اگه کم می‌کردن، چون واسه شهرستانی‌ها یه مقدار سخته، چون مثلا 10 روز می‌خوان بیان و برگردن، یه مقدار هزینه‌هاشون زیاد میشه. به نظر من تنها ضعفش اینه. تو بازی‌های ایرانی کویز آف کینگ تونسته به لیگ راه پیدا کنه و از بازی‌های خارجی به نام پیشی بگیره. بازی کاملاً ایرانی هست که در حال حاضر بیشتر از 10 میلیون یوزر ثبت نام شده داره. خدا رو شکر تا به اینجای کار استقبال خوبی شده. بازی قویه، هم اطلاعات عمومی بالا میبره، بازی مفیدیه، کاربردیه. آخرین پیمایش از گردش مالی صنعت بازی‌های رایانه‌ای در ایران رقمی درشت رو به نمایش گذاشته. از این 460 میلیارد که شامل سخت افزار و نرم افزار میشه، سهم بازی‌های ایرانی از کل این سخت افزار و نرم افزار 5%. مسابقات تا 22 شهریور ادامه داره و در 23 شهریور بعد از مراسم فینال برنده‌ها معرفی میشن. ما در ایران 23 میلیون نفر کاربر بازی‌های رایانه‌ای داریم که به طور متوسط روزانه 70 دقیقه پای بازی میشینن. اگر مدیریت صحیحی تو این صنعت داشته باشیم، به راحتی میتونیم به این بازار بزرگ تقاضا با بازی‌های ایرانی پاسخ